نیه توچکا نیزوانوف من من پدرم را به یاد نمی آورم وقتی او مرد من دو ساله بودم مادرم دوباره شوهر کرد و این ازدواج دوم اگرچه با عشق و عاشقی سر گرفت برای او مایه غم و رنج بسیار شد نه پدری من یعنی آن موسیقیدان که شگفت انگیز سرنوشت ها را پیدا کرد عجیب ترین مردی بود که من به عمر خود دیده و شناختم تاثیر او در احساسات اولیه دوران کودکی من به قدری شدید بود که در باقی عمر من نیز اثر گذاشت برای اینکه فهم سرگذشت من آسانتر گردد ناگوریز باید شرح او، حال او را در اینجا بیاورم من آنچه در اینجا باز میگویم همان است که بعدها از آقای به ویولونزن که در دوران جوانی رفیق و ندیم صمیمی ناپدری من بود شنیدم نا پدری من یه فیم داشت وی در ملک یکی از مالکین بسیار مطمون چشم به جهان گشوده بود پدرش موسیقیدان فقیری بود که پس از سفرهای دور و سرانجام در زمینهای آن ملک رهل اقامت افکنده سپس در دسته نوازندگان آن ملاک غنی به خدمت پذیرفته شده پذیرفته شده بود این که با جلال و شکوه تمام زندگی می کرد یکی از دوستداران شیفته موسیقی بود می گفتن وی که هیچگاه از املاک خود ولو برای رفتن به مسکو خارج نمی شد ناگهان یک روز تصمیم گرفته بود به یکی از شهرهای خارجه که آبهای معدنی داشت سفر کنند. آن هم فقط به مدت چند هفته و تنها به منظور شنیدن نوای ویولونزن مشهوری که به نوشته روزنامه ها میبایستی در آن شهر سه کنسرت بدهد در خانه خود یک دست نوازنده بسیار صبده داشت که تقریبا تمام درآمد خود را صرف نگهداری ایشان میکرد پدری من به عنوان قرنی زن در آن دسته وارد شد 22 سالش بود که با شخص عجیبی آشنا شد در همان ولایت کنت بسیار ثروتمندی میزیست که هست و نیست خود را برای تاعتری که در خانه خیش برپا کرده بود خرج میکرد این کنت سردسته نوازندگان خود را که مردی ایتالیایی بود به علت بدرفتاری جواب کرد سردسته نوازندگان کنت واقعا آدم گرفته و عبوسی بود همین که از خدمت اخراج شد حیثیت خود را زیر پا گذاشت و به سر کردن در پیال فروشی ها پرداخت و شروع به باد و حتی به گدایی کرد تا جایی که دیگر نتوانست در ولایت جای دیگری برای خود پیدا کند با این مرد بود که ناپدری من رفیق شد در دوستی ایشان چیزی عجیب و وصف ناپذیر وجود داشت در حالات روحی ناپدری من یک نوع تغییر تدریجی روی میداد که ممکن بود به تأثیر نفوذ رفیقش نسبت داده شود ولی هیچ کس متوجه آن نمیشد تا جایی که ملاک که ابتدا او را از معاشرت با مرد ایتالیایی من می کرد کم کم چشم روی هم گذاشت آقابت این سردسته به مرگ ناگهانی از دنیا رفت یک روز صبح دهقانان نعش او را در یکی از خندقهای سیل بند خارج شهر یافتن از تحقیقاتی که کردن معلوم شد با اثر سکته از پا در آمده است ما ترک او هرچه هر بود در قید حفظ و حراست ناپدری من بود و او فورا حق خود را در تملک آن مال ابراز و اثبات کرد زیرا متوفا نوشته ای به خط خود به جا گذاشته و ضمن آن یفیموف را وارث خیش معرفی کرده بود ما ترک عبارت بود از یک دست لباس مشکی که متوفا به امید پیدا کردن جای دیگری همچنان خوب و تمیز نگه داشته بود و یک ویولون که ظاهرا بد نبود هیچ کس اعتراضی به این حس وراست نکرد تا چندی بعد ویولونزن اول دسته نوازندگان کنت با نامه از ارباب خود به خانه, خانه ملاک آمد کنت در آن نامه به اصرار تمام از یفیموف خواسته بود آن ویولون را که از مرد ایتالیایی به ارث برده است به وی بفروشد کنت سخت علاقه من بود آن ویولون را برای دسته نوازندگان خود به دست آورد و حاضر بود سه هزار روبل به ازای آن کنت به نوشته افسوده بود که چندین بار کس به دنبال یفیموف فرستاده ام تا این معامله را با شخص به انجام دهم ده ولی او هر بار با خیره سریع تمام دعوتم را رد کرده است در خاتم تاکید کرده بود که به پیشنهادی من ارزش واقعی ویولون است و قصد ندارم کلای کسی را بردارم انتنای یفیموف را توهین به شخص خود تلقی می کنم ولقرز یفیموف بی جهت به من بد گمان است زیرا به هیچ وجه در پی استفاده سو از سادگی و نادانی او نیستم به هر تقدیر کنت بسیار کوشیده بود که یفیموف را با حرف حساب قانع کنه من لاک بلا فاصله ناپدری مرا به حضور طلبی و از پرسید چرا ویولونت را بفروشی؟ سه هزار روب کم پولی نیست که به تو میدهن تو اگه خیال میکنی که از اون ویولون بیش از این مبلغ به دست میاری در اشتباهی آقای کنت هرگز قصد فریب و اخفال تو رو نداره یفیموف جواب داد که من به پای خود به خانه کنت نخواهم رفت ولی اگر بنا زور باشد به فرمان ارباب خیش گردن خواهم نهاد با این وصف ویولونم را نخواهم فروخت لیکن اگر اراده ارباب بر آن تعلق بگیرد فقط او خواهد توانست آن ساز را چنگم آورد. از چنگم درآورد. روشن است که چنین جوابی میبایستی ملاک را بر سر غیرت بیاورد چه او همیشه با کبر نخود تمام به خود میبالید و میگفت با کبر و نخوت تمام به خود میبالید و میگفت من خوب میدانم چگونه باید حق نوازندگان خود را ادا کنم و مدعی بود که ایشان همه از صد تا زیل هنرمندان واقعی هستند و با وجود آنان دسته ارکسترش نه تنها از دسته آقای کنت سره بلکه با گروه نوازندگان پایتخت های اروپا برابری می کند آقای ملاک در جواب گفت بسیار خوب پس من به کنت خبر خواهم داد که تو مایل به فروش ویولون خود نیستی و نظرت همین است که من گفتم و کاملا خیشتن را سیحق می میدانی که آن را بفروشی یا نفروشی چنین نیست؟ حال من شخصا میخواهم سوالی از تو بکنم نگه داشتن این ویولون چه فایده برای تو, برای تو دارد؟ تو که قره زنی و تازه قرنه هم که خوب نمیزنی پس بیا ویولونتو به من بده من همان سه هزار را به تو می دهم. از کجا معلوم که آن ویولون قیمتی بوده است <تصحنت> یفیموف لبخندی زد و گفت خیر آقا من ویولونم را به شما نخواهم داد ولی این هم مسلم است که شما هر کاری بخواهید توانید با من بکنید ملا که بسیار می شده و خشم او هم بیشتر از آن جهت بود که این صحنه با حضور ویولونزن زن کنت میگذشت و او ممکن بود از همینجا پی ببرد که نوازندگان رقیبش حال روز خوشی ندارند فریاد برورد و گفت خب بگو ببینم مگه من تو رو آزار کنم مگه من میخوام ویولون از تو بگیرم برو این نمک به حرام برو که دیگر روی تو را نبینم آخر اگر من نبودم حالا روز تو با این قرنی که زدن آن را هم خوب بلد نیستی چه میشد تو در این خانه میخوری میپوشی مواجب میگیری مثل نجیب زادگان زندگی میکنی و برای خود هنرمند شده ای با این دست حاضر نیستی این همه را درک کنی و قد بدانی برو گمشو که از دیدنت بیزارم ملک بر هر کس که خشم می گرفت را به همین ترتیب از حضور خود می را. زیرا از خود و از خشم خود بیم داشت و به هیچ قیمتی دلش نمی آمد علیه نوازندگان خود که ایشان ناهنرمندان خیش نامید تصمیمات نامساعد و شدید بگیرد قضیه به ظاهر خاتمه یافت و معامله سر نگرفت ماه یک ماه بعد ویولونزن آقای کنت شخصا دستیسه تازهای بر ضد من جور کرد در این دستیسه که به راستی وحشتناک بود مردک وی را در مرگ ایتالیایی مجرم قلمداد کرد به این دستاویز که قصد باطنیش در ارتکاب اینقدر تصرف ماترک هنگفت مقتول بوده است وی مدعی شد که و نامه به اکراه نوشته شده و متعهد می شد که با اقامه شهود این مطلب را به اثبات برساند. کنت و ملاک از ناپدری من بسیار هواداری کردند و از اعلام کننده جرم به هر لحنی که ممکن بود خواهش کردن دست بردارد ولی او زیر بار نرفت به وی گفتند که تشریح جسد متوفا یعنی سردسته نوازندگان کنت مطابق مقررات قانون انجام گرفته و این اعلام جرم برخلاف واقع است و بیشک محرک به در این کار حس انتقام جویی و بغض و کینه به خاطر آن ساز مرموزی است که صدای آن را به سر دارد زیرا برای او بود که آقای کنت میخواست آن ویولون را بخرد نوازنده همچنان بر سر حرفه خود باقی ماند که یعنی قسم میخورد که در این ادعا محق است و مدعی بود که سکته متوفا نه بر اثر مسی بلکه ناشی از مسمومیت بوده است و اصرار داشت که بار دیگر در این موضوع تحقیق کند در نظر اول اعلام جرم او به حدی جلوه کرد که چنان که باید به آن ترتیب اثر دادد یفیموف را توقیف کردن و در زندان شهر محبوس ساختن از او بار دیگر بازجویی کردن به نحوی که همه اهل آن ولایت و هیجان آمدن این بازجویی که با استادی و مهارت تمام انجام یافت آخر منجر به مجرومیت ویولونزن به اتهام اقامه گواهی دروغ گردید وی محکوم به مجازات عادلانه ای شد ولی بله همچنان خیره سری کرد و دنبال اعلام جرم خود را تا به آخر گرفت با این وصف عاقبت ناچار شد که بپذیرد جز آنچه به تصور خود دریافته است دلیل و مدرکی بر اثبات مدعان ندارد و این همه را از روی بدگمانی و زن ناروای خیش به غالب زده است لیکن با آنکه روی دوم به پایان رسید و بیگناهی یفیموف رسما ثابت و اعلام شد ویولون زن همچنان یقین میپنداش که علت مرگ سردسته بدبخت نوازندگان کنت ناشی از یفیموف بوده است و میگفت یفیموف بر فرض که رفیق خود را مسموم نکرده باشد حتما او را به وسیله دیگری کشته است به هر حال مجال نشد که حکم محکمه دایر بر مجازات ویولون زن مفترا اجرا شود چه بین هم بر اثر تکان مغزی که خود بیمار و دیوانه شد و در بیمارستان زندان جان سپرد در سر سر جریان این قضیه ملاک منتهای جوان مردی به خرج داد وی با من رفتاری کرد که گفتی پسرش است بارها برای تسکین و دلگرمی او به زندان سر زد و به او پول داد و چون فهمید که یفیموف به سیگار علاقه است بهترین سیگارهای خود را برای او برد و سپس وقتی که بیگناهی ناپدری ثابت شد سوری به همه نوازندگان خود داد آقای ملاک بر این عقیده بود که قضیه اتهام یفیموف با حیثیت تمام نوازند... به حیثیت تمام نوازندگانش بستگی دارد زیرا برای حسن شهرت ایشان به قدر قریه و هنرشان قدر و ارزش قائل بود یک سال از این ماجرا گذشته بود که ناگاه در ولایت شایع شد یک ویولون زن فرانسوی به قصد دادن چند کنسرت به ولایت آمده است ملاک فورا به دست و پا افتاد تا او را به خانه خیش دعوت کنند و موفق شد موسیقیدان فرانسوی وعده داد که بیاید تقریبا برای تمام مردم آن بخش دعوتنامه فرستاده شد و همه آماده قبول بودند که ناگاه و از دگرگون شد یک روز صبح معلوم شد که یفیموف ناپدید شد و اثری از او نیست به جستجویش پرداختن ولی سودی نبخشید برای دسته نوازندگان بسیار بد شد زیرا قرنیزن نداشتن ما حاضر سه روز پس از ناپدید شدن یفیموف نامه ای از ویولونزن فرنسوی فرانسوی به ملاک رسید که ضمن آن دعوت او را پس خوانده و با عباراتی سربسته ولی خوش و تفرانامیز نوشته بود از این به بعد در روابط خود با کسانی که در منزلشان ارکستر دارند احتیاط بیشتری خواهند کرد و اظهار تاسف کرده بود از اینکه هنر و استعداد واقعی را دستکش هوا و هوس مردی میبینم که قدرت و شعور درک ارزش حقیقی اون را نداره فردی مثل یفیموف که هنرمند از مادرزاده و بزرگترین ویولون است که در روسیه دیدهام شاهد صادقی بر صحت مدعای من است خواندن این نامه آقای ملاک را در حیرت بیحد و حسری فرو برد این اهانت تا به اعماق قلبش اثر کرد یعنی چه یفیموف همون یفیموف کذایی که تا به آن درجه مورد محبت و علاقش بوده و آن همه نیکی در حقش کرده از چنین ناجوان مردانه به او افترا زده و در نزد آن موسیقیدان اروپایی که به وی حسن زن داشته چنین بیشرمانه متهمش کرده است دیگر اصلا آن نامه به این دلیل قابل توجیه نبود که ضمن آن ادعا شده بود که یفیموف هنرمندی است با ذوق و قیه سرشار و ویولونزنی از است استاد که هرگز نخواستن به هنر و استعداد بی پی ببرد و او را مجبور کرده آنکه که سازی غیر از ویولون بزند این مطلب به قدر آقای ملاک را ناراحت و متاثر کرد که تصمیم گرفت فورا به شهر برود و در آنجا مصاحبه ای با هنرمند فرانسوی بکند. لیکن در همان دم یادداشتی از طرف کنت به دستش رسید که او را دعوت کرده بود بیدرنگ به خانهاش برود. کنت نوشته بود که از جریان قضاها آگاه هم و همکنون استاد موسیقیدان فرانسوی به اتفاق یفیموف در خانه من است. ولی چون از بیشرمی و دروگوی آن مردک سخت خشگینم دستور دادم که از بیرون رفتنش جلوگیری کنند. کنت به نوشته افسوده بود که حضور شما ای آقای ملاک در خانه من ضرورت تمام دارد ولی اتهامات یفیموف موف متوجه شخص من نیز هست خلاصه نوشته بود قضایا آنقدر مهم به نظر می رسد که بعد هر زودتر روشن شود ملاک با شتاب تمام به خانه کنت رفت و در آنجا بیدرنگ با مرد فرانسوی آشنا شد و داستان یفیموف را از اول تا به آخر برای وی حکایت کرد و در پایان به گفته افزود که من هرگز گمان چنین ذوق و استعدادی به یفیموف نمی بردم برعکس او در خانه من خود را قرنه زنی تازه کار معرفی کرده بود از طرفی بار اول است که می نوازنده متباری از خانه من ویولون زن است وی علاوه اینها ها توضیح داد که یفیموف رعیت زرخرید نیست بلکه از آزادی کامل برخوردار است و از این پیش نیست چنان چه واقعا با او بدرفتاری شده بود هر وقت میخواست میتوانست دست از خدمت من بکشد مرد فرانسوی بسیار متعجب شد یفیموف را که به زحمت باز شناخته میشد به درون خواستم به قیافه گرفت و به تمام سوالات با تغییر و تشدد جواب داد و تاکید کرد که من هرچه به هنرمند فرانسوی گفتم بیان واقع بود است کنت از این سخنان بسیار خشمگین شد و بی مقدمه به ناپدری من گفت تو مردی رزل و بیشرف و مفتره و سزاوار بدترین کیفرها هستی ناپدری من در جواب گفت حضرت عشب خاطر جمع باشید که من مدت هاست با شما سر و کار دارم و شما را خوب می شما باعث شد... که نزدیک بود مرا به جرم قطر نفس محکوم کنند من خوب میدانم چه شخصی الکسی نیکیفوریچ نوازنده سابق شما را فادار کرد که به من تهمت بزنم کنت به محض شنیدن چنین تهمت هولانگیزی از جا در رفت چنان که به زحمت توانست بر خشم خود مسلط شود لیکن یکی از ماموران دولت که بر حسب اتفاق برای انجام دادن کاری در آنجا حضور داشت گفت که از این مسائل تا روشن نشود نباید گذشت و افسود که خشونت و بیادبی وهنامیز یفیموف مبتنی بر تهمت پست و بیاساس و متکی به دروغ و افتراس و محترما اجازه خواست که آن مرد را فورا در همان خانه توقیف کنه هنرمند فرانسوی بی اندازه خشکین شد و گفت من چیزی از این ناسپاسی خائنانه نمیفهمم آنگاه ناپدری من با قیز و غضب جواب داد که من ترجیح میدهم محاکمه شوم و پای میز عدالت رفتن در نظر من برگزارانی که تا امروز در دست نوازندگان آقای ملاک داشته ام شرف دارم. آن هم گذرانی است که فقط به علت فقر و توهی دستی مفرد به آن تن در دادند بر اثر عده این سخنان بازدارندگان او از تالار بیرونش بردن و در اتاقی دور از دسترس به حبسش انداختن و تهدیدش کردند که همان فردا به زندان شهر خواهن شهرش خواهم بود نزدیک های نیمه شب در اتاق زندانی باز شد ملاک به درون آمد جامعه خواب در تم و کفش راحتی به پا داشت و فانوسی به دست گرفته بود معلوم بود که نتوانسته است به خواب و رنج روحی در آن وقت شب از بستر بیرونش کشیده است یه فیموف که خوابش نمیبرد با تعجب به درون آمدن او نگریست ملک فانوسش را بر زمین گذاشت و با حالی بس مسترب روبروی او بر نشست و گفت خب ایگور تو چرا چنین تهمتی به من زدی نفریموف جواب نداد ملک سال خود را تکرار کرد تأثیر عمیق و استرابی عجیب آهنگ سخنش را مرتعش کرد. آخر ناپدری من با حرکتی که نشانه عجز و درماندگی بود در جواب گفت ای آقا خدا خودش میداند که من چرا چنین تهمتی به شما زدم حتما شیطان گمراهم کرده است خودم هم نمیدانم چه کسی مرا بر این کار داشت ولی آن وضعی هم که من در خانه شما داشتم گذران نبود خیر نبود و به همین جهت شیطان به جلم رفت ملک دوباره گفت ایگور بیا و به خانه من برگرد من همه را فراموش خواهم کرد و بر تو خواهم بخشود گوش کن تو اول ویولن زن من خواهی بود و من بیش از همه نوازندگان دیگر مواجبت خواهم داد خیر آقا دیگر چیزی در این باب نفرمایید دیگر خانه شما جای من نیست من که به شما عرض کردم شیطان به جلم رفته است اگر در منزل شما میماندم حتما خانه تان را آتش میزدم من بعضی وقت ها دستخوش چنان هیجان روحی شهیدی شدم که اگر اصلا از مادر نزاده بودم بهتر بود من اکنون در وضعی هستم که نمیتوانم اختیار خود را داشته باشم اگر ولم کنید به صلاح شماست این حال از وقتی به من دست داده که آن مردک جهنمی با من دوست شد ملاک پرسید مردک کیست همان مردک که مثل سگ پاسخت سقط شد همان ایتالیایی لعنتی تفلک ایگور من قماربازی را نیز همان مردک به تو یاد داد بله و بدبختانه خیلی چیزهای دیگر نیز به من یاد داد ای کاش هرگز با او آشنا نشده بودم خب ایگور عزیزم آیا واقعا آن مردک ارزش این را داشت که ویولون زن باشد خیر زیاد وارد نبود اما خوب تعلیم میداد من ویولون را پیش خود آموختم او فقط راهنمایی میکرد بله به راستی کاش دستم خشک میشد و این هنر را نمی آموختم الان هیچ نمیدانم که از زندگی چه میخوام مثلا اگر شما من از من بپرسید ایگور دلت چه میخواهد هرچه بخواهی به تو می دهم. خواهید دید که اصلا به شما جواب نخواهم داد زیرا در واقع خودم هم نمیدانم چه میخواهم خیر آقا باور کنید اگر از من دست بکشید بهتر است باز عرض می کنم از من دست بردارید دلم میخواهد دست به کاری بزنم که مرا به جایی پرتاب کنند به جایی که دیگر از من اثری به جا نماند ملاک پس از یک لحظه سکوت گفت ایگور من به این آسانی از تو دست بردار نخواهم بود اگر تو نخواهی به میل خود به من برگردی البته مردی هستی آزاد و مختار و من نمیتوانم تو را به زور نگه دارم. اما ایگور در حال حاضر تو تا یک پنجه ویولون برای من نزنی ول کند نیستم آها تو رو به خدا ویولون را و بردار و پنجه ای بزن خوب توجه کن ببین چه میگویم من امر دهم و منظورم این نیست که تو را به زور وادار زدن کنم من التماس میکنم برای خاطر خدا ایگور عزیزم همان آهنگی را که برای نوازنده فرانسوی زدی برای من هم بزن ها جانم بیا دلت را راضی کن تو هم مثل من کل شرقی راستی ایگور من و تو هر کدام اخلاق مخصوص به خود داریم من احساسات تو را خوب درک می کنم و تو هم سعی کن پی به احساسات من ببری باور کن اگر آهنگی را که برای آن فرانسوی زدی به میل دل خود برای من نزنی دیگر زندگی بر من حرام خواهد ایگور گفت با آقا من قسم خورده بودم که هیچ وقت پیش شما ویولون نزنم آری هیچ وقت ولی شما مرا متاثر کردید حالا دیگر فقط برای خاطر شما میزنم ولی آقا این یک بار زدن اول و آخر است از این به بعد دیگر هیچ وقت و در هیچ کجا از من نخواهید شنید ولی هزار روبل هم به من بدهید آن وقت یفیموف ویولونش را برداشت و زدن قطعی از ساختههای خود پرداخت که آن را از روی محلی روسی ساخته بود به قول آقای به آن قطعه نخست، نخستین و بهترین اثری بود که از ویولن و ناپدری من شنیده شد و او دیگر هیچگاه آهنگی به اون شروع هیجان ننواخت ملکه که در مقابل شنیدن آهنگ موسیقی هیچ وقت ممکن نبود خون و بی اعتنا بماند از شوق میگریز وقتی آن قطعه به آخر رسید ملاک از جا برخواست و 300 روبل از جیب بیرون آورد و به ناپدری من داد و گفت خب ایگور حالا دیگر میتوانی بروی من تو را از اینجا بیرون خواهم آورد و اصلاح کارت با آقای کنت هم به عهده خودم ولی خوب گوش کن بعد از این به بعد سعی کنی در هیچ جا با من روبرو نشوی اینک در جلوت راه باز است و جاده دراز و اگر خدایی نکرده باز روبرو شدیم بعدا به حال هر دو حالا به امان خدا آها کمی صبر کن قبل از رفتن ات... یک پند دیگر هم به تو بدهم فقط یک پند و آن اینکه به میخارگی عادت مکن و سعی کن وقت خود را همیشه با کار و مطالعه بگذرانی و هرگز به خود مغرور نشوی من در حکم پدرت هستم که نصیحتت می کنم و باز می گویم که زینهار تا می توانی کار کن و از میخانه ها بگریز چه اگر غم و اندوه به دل داشته باشی و به میخاری پناه ببری البته در زندگی نامرادی های بسیار خواهی دید کارت به نابودی خواهد کشید و هست و نیستت به باد خواهد رفت و چه بسا که مثل آن رفیق ایتالیایی خود در ته گودالی بمیری حال دیگر خود دانی به امان خدا مرا ماچ کن و برو هر دوی دیگر را در بغل فشردم و سپس ناپدری من به دنبال آزادی و استقلال رفت این فیلم برای صفحه نویده داریا گرفت